همین دقایق پیش وکلای آقای ترامپ اینجا حضور داشتند و در حلقه خبرنگاران قرار گرفتند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. همونجور که خود شما هم گفتین، جلسه تفهیم اتهام آقای ترامپ کمتر از نیم ساعت پیش به پایان رسید و او محل رو بدون حضور در میان خبرنگاران ترک کرد و به تبع اونچه که از قبل هم گفته شد، قرار هست که امشب در محل اقامتش در ایالت فلوریدا به سوالاتی پاسخ بده یا بیانیه‌ای رو صادر کنه. لازم به ذکر که تحقیقات دیگری غیر از تحقیقات حال حاضر هم در خصوص آقای ترامپ در جریان هست که تایید اون به مسائل مربوط به تقلبی خواندن انتخابات و همچنین حمله ششم ژانویه به کنگره پرداخته شده. آقای ترامپ امروز 34 مورد اتهامی رو باهاش مواجه بود که در تمام اون موارد اعلام بیگناهی کرد. همچنین بسیاری از چهره‌های شاخص هر دو حزب آمریکا به این مسئله واکنش نشون دادن. برخی از دموکرات‌ها برگزاری این روند حقوقی رو دلیل می‌دونن برای جلوگیری از آقای ترامپ به جهت شرکت در انتخابات سال 2024 و البته برخی هم معتقدند که همین حضور میتونه دستمایه تبلیغات برای او بشه تا بتونه در انتخابات کارزار قوی تری رو به دست داشته باشه. در هر صورت آقای ترامپ که امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر اینجا حاضر شده بود، تقریبا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی این محل رو ترک کرده.